سلام بچه گل، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امیدوارم خوب و خوشحال باشید. امروز هم مثل همیشه جوایز ویکن لیگ و جوایز اسکواد بتل رو داریم که با هم دیگه میخوایم بریم بازش کنیم و احتمال خیلی زیاد اگر بهمون فادرهای خوبی بده توی همین ویدیو براتون یه پرایم آیکون اسپیسی هم میزنیم، ولی اگر فادر بهمون نداد نگه میداریم برای یه ویدیو دیگه که احتمالا تو همین هفته خواهد بود. بچه ها یه تغییراتی توی تیم هم دادم، پرایم دسایی رو فروختم چون که اصلا ازش راضی نبودم. این ویکند لیگ مثل کامیون میچرخه قشنگ و در مقابل بازیکنهای خوب واقعا خیلی سخت باهاش دفاع کردن. اگر به نظر من دیویژن 3 به پایین هستید براتون بازیکن خوبیه، ولی اگر اون بالاها هستید و با بازیکن خوب خیلی بازی میکنید واقعا دسای ناامیدتون میکنه. آبدی هم فروختیم و با پول این دوتا رفتم یه بازیکن خریدم و به سمت تاریک فیفا پیوستم و بالاخره امباپه رو برای اولین بار توی فیفا 22 خریدم. 780K، خیلی اومده پایین. بالاخره خریدیمش، ببینیم میتونیم چند تا بازی بیشتر ببریم یا نه. و به جای دسایی هم کونده رو میخوام بیارم. کونده رو تا حالا تست نکردم ببینیم چجوریه. و کوادرادو هم از یه پلیر پیک 80 به بالا بچه توی اولین استریممون که داشتیم پک کردیم. دم بچه هایی که اومدن گرم. و به عنوان سنتر مید ازش استفاده میکنیم، خیلی خوبه، خیلی خوب عمل میکنه و احتمالا آپگرید هم بگیره در آینده. خلاصه همون قدری که از دسایی من ناامید شدم، بوتراگینو خیلی خوب عمل کرد. این 30 تا بازی 30 تا گل که میبینید، من 4 تا بازی و بچه کلا من فری وین دادم. یکی دو تا بازی هم همینجوری 1-1 بود، لفت دادن. یعنی واقعا خیلی آمار خوبی داشت، همین جوری زرت زرت برام گل میزد. فکر کنم بهترین بازیکنیه که با توجه به قیمتش توی پوزیشن استرایکر میشه خرید. پرایم آیکون پک هم که زدیم ایشالله یه بازیکن خوب بهمون بده. مثلا اگه خود بوت رو هم بده میتونیم بفروشیمش، 1 میلیون آزاد بشه، بزنیم به یه جاهای دیگه تیم و جاهای دیگه رو بهتر کنیم. حالا هم 3 تا پلیرهای فود چمپسمون رد پیکامون رو باز کنیم. فادرهای خوبی توی این هفته هست. کین رو داریم، لواندوسکی رو داریم. اگه بهمون یکی اونا دوتا رو بده که پرایم آیکون خیلی ارزون تر بشه ممنون میشم. از یه هفته پیش که چیزای خوبی داد، 3 تا 86 داد. حالا ببینیم هفته بهمون های ریتد میده. او لافونت، لافونت اتفاقا میتونیم بذاریمش توی تیم، ازش استفاده کنیم. ببینیم دخیا بهتره یا لافونت. سومی تو رو خدا لواندوسکی رو بده بر اولین بار. سانچو 88 خوبه. سانچو حالا اونقدر بازی استاتاش خوب نیست که بیاد توی تیم اصلیمون، ولی میتونیم بندازیمش توی SPC. بد نیست خدایی. 86 88 84، اوکی بود، باز بد نبود. بریم حالا سراغ پکامون بچه ها. یه چند تا پکم مونده باز کنیم و ببینیم فادر اگه بهمون بده خیلی خوب میشه. خدایی پک اوپنینگی که با پک کردن والند و ایکاردی شروع نشه بچه ها، پک اوپنینگ نیست. اگر فوقش بهمون فادرهای خوبی نداد از توی این پکا، این هفته 83 به بالای اون 25 تایی رو میخوام انجام بدم و مید یا پرایم پلیر پیک. برای همین فادرامون جور میشه از اون طرف و پرایم آیکونم قیمتش اتفاقا خوبه به نظر من. 450K قیمت خوبیه. باید ببینیم ولی چیزی بهمون میده که ارزشش رو داشته باشه یا نه. ریر الکتروم بعدی واکاوت اگه بده خیلی خوب میشه. این مودویک کیه؟ این دنیال مو دوباره. امیدوارم دوباره یه SPC 40 بگی چیزی بیاد. این 84 تیم آف دویک ها برم بالا. کوین نیاز داریم خدایی. یه 84 معمولی هم هست.
و یه دونه ایرانی هم اینجاست، پورعلی گنجی. Rare Players Pack 50K. اوه کورتوا، دستش در نکن، کورتوا رو داد بهمون. کورتوا فکر کنم انتریدبلش رو داریم، بذار نگاه کنم. فکر کنم کورتوا انتریدبل داریم. آره داریم. خب اشکال نداره، تریدبل ای، خدا رو شکر، خدا رو شکر. بذاریم بره، تا اینجا که بد نبوده خدایی. به اول جانبه رو باز کنیم، 84 به بالا. چی داری برامون جامبو؟ جامبو حتی واکاوت هم نیست، 84 به بالا. دقیقه هم 84، دسته یه در نکنه. خیلی ممنون از این پریمیوم تیم آف ده ویکه. اگر به همون لوا یا کینو بده، کوینمون دوباره بره بالا، میخوام یه ارتقایی به اوار توی تیم بدم. ببینیم میتونیم به جاش مثلا رناتو سانچزو بیاریم اگه به همون کوین بده. خب متاسفانه کیو داد؟ آه اون آجاکسیه رو داد. ای بابا، حداقل سی کی، سی کی هم سی کیه دیگه، نمیتونیم زیادم ناامید باشیم. بدترین شد ولی دیگه بدتر از این نمیشد. حالا دو تا التیمت پک مونده، دوتاش هم نه، یکیش انتریدبله. اول انتریدبله رو باز کنیم. این اگر ریتینگ بالا بهمون بده خیلی خوب میشه. حتی واکاوت هم نیست. از تو التیمت پک دوباره 84. شوخی کثیفی داره ای با همون، خدا وکیلی. هم فکر کنم شنید که من میخوام برم آیکان انجام بدم. یه دونه تراوره اینجاست ولی بازیکن داغونیه. دوباره هم ایکاردی رو پک کردیم، دستش در نکنه. التیمت پک قبلی که اسکم خالص بود، واقعا خیلی سخته که از یه التیمت پک واکاوت در نیاد، ولی شانسی که من دارم اینجوریه. بریم بازش کنیم بابا، حداقل واکاوت بده، نامرد نباش. پرچم ایتالیا 84، پشتش باید یه چیز خوب باشه خدا وکیل، یه چیز خوب پشتش باشه. میخوایی آیکان بزنیم تو رو جاده. اه تارمی، تارمی پشتش بود، پشمام ریخته دیگه. همین دیگه، دوباره ایکاردی هم اینجاست. خدایا ایکاردی دست از سر من بر نمیداره. تارمی چند کیه؟ فکر کنم 10 کیه. از ورژن اون یکیش خیلی بدتره، اون یکی ورژنش بهتره واقعا، شوتینگش و اینا همه بهتره تو اون یکی ورژنه. او به تارمی هم یه ذره کوین بهمون میده، دمش گرم. 15 کی کویکسل داره، ایول. حالا بچه ها من ببینم چقدر از این اسکوادا رو میتونم با چیزایی که دارم انجام بدم. یه 87 میخوای، یه 86، یه 84 فکر کنم بتونیم انجامش بدیم. بریم حالا ببینیم چی میشه. خب بچه ها 87شو که داشتیم همه هم انتریدبلن، این سانچو رو انداختیم تو، لوکاکو هم انتریدبل و من ازش استفاده نمیکنم چون خیلی برام سنگینه، میندازیمش بره. خب بچه ها این هم اسکواد 84ش، خدایی زیاد اونقدر که فکر میکردم گرون نبود. 80-70% فادرامون رفت ولی اب نداره، پرایم آیکون رو گرفتیم. فکر کنم ای از دستش در رفته و انقدر ارزون کرده بودش. بریم اول پک جوایزش رو باز کنیم، بعد خودش رو باز کنیم. اگر خدایی به همون یه دونه بوترای انتریدبل بده، این بوتره رو بفروشیم، 1,000,000 بیاد توی کلاب، خیلی خوب میشه، واقعا خوب میشه. و میدونم احتمال اینکه اون تاپا رو بهمون بده پایینه، ولی حداقل یه چیزی بده که قیمتش 400 کی باشه، 500 کی باشه، راضیم. لحظات قبل از این که بچه ها آیکون پک رو باز کنیم، خیلی لحظات خوبیه.
همش پیش خودت فکر میکنی که حالا مثلا R9 میده بهت، یهو رونالدینیو رو میده، پله رو میده، پولیتو میده، ولی واقعیت احتمالا یه بارسی یه چیز دوباره بهمون میده. امیدوارم شانسم توی آیکان ها برگرده، یه چیز خوب بهم بده، بتونم استفاده کنم، بره توی تیممون. خدایی اگر دیویژن 1 یا ویکند میزنید هر هفته، خیلی از تیما یه آیکان متا خوب توشون دارن. باورتون نمیشه چقدر نسبت به پارسال من هولیت و R9 رو بیشتر دارم میبینم. اگر یکی از اینا رو بهمون بده، یه دونه آیکان بالای 1 میلیون بهم بده، من واقعا خوشحالم. اتو پرایم هم مثلا بده، حالا اتو پرایم زیاد مثل بقیه شون متا نیست، ولی خب بازیکن خوبیه. خدایی ایتالیایی نده غیر از مالدینی، بعدش هم اسپانیایی و انگلیسی نده دیگه، اذیتمون نکن. پرچم خوب لطفاً. 3 2 1. استرس. وای نه دوباره انگلیس، فاکینگ رایت دوباره، بابا رایت بیبی رو که بهم دادید، دوباره رایت با 82 دریبل و 70 پاس. وای نامیدم از فیفا، از زندگی، از همه چی. رایت خدا لعنتت کنه، انگلیسی ها دست از سر من بر نمیدارن بابا. امیالو کویکسلش کنم، صدکیه به خدا، صدکیه. خدایا صدکی پرایم آیکان، ضرر 300K کردیم. خدا خفت کنه ای اسپورتس، چی بگم بچه ها دیگه، قمار کردیم و قمارمون یه چیز اندر اومد. ایان رایت 100K، اصلا پرایم آیکان به این بدی نیده بودم تو عمرم. نگاه کن قیافش، برو گم شد میندازم تی اس بی سی عوضی. حتی یه چیز 300K هم ندادا، همون قشنگ پایین ترینشو داد. خدا لعنتت کنه. بریم حالا ببینیم بونده چقدر شده. آخرین باری که چک کردم 270-80 بود، 280. شدو هم داره، بخریمش. خوش اومدی آقای کونده. چرا تصویر دست این شکلی شده؟ کونده رو تست میکنیم بچه ها. دسایی اصلا خوب نبود، دوتا خیلی خوب به استرایکرام اضافه شده. باید ببینیم امباپه کنار بوترا چجوریه. بریم تیم سیلورم هم نشونتون بدم، پشماتون بریزه. تیم سیلورم خیلی خوشگله، خیلی. امشبم باز دوباره اس پی سی میاد و اون سی بی آلمانی هم انجام میدم که 95 تا سرعت داره، میارمش به جای این. واقعا خیلی تیم خوبی میشه. دلم میخواد یه ویکند لیگم با تیم سیلورم برم. بچه‌ها نظرتون چیه؟ یه ویکند با تیم سیلور بریم یا نه؟ تو کامنت ها بهم حتما بگید. در آخرم بچه ها یادتون نره لایک و سابسکرایب کنید مثل همیشه. دمتون گرم. منم باز دوباره فادر جمع میکنم، یه دون دیگه هم میزنیم آیکان اس پی سی، باید ببینیم چی میشه. در این حین مواظبت کنید از خودتون، من توی ویدیوهای بعدی میبینمتون. فعلا بای.